یه معلمی سر کلاس انشا نوشت رو تخته جمله آشنا که علم بهتره یا پول و ثروت، دانش رو دوست داریم یا مال رو مکنت. یه موضوع قدیمی و نخنما کلیشه‌ای افتاده پیش پا. هفته بعد که بچه‌ها اومدن انشاها رو با خودشون آوردن. بیشتر بچه‌ها که طبق معمول خوب گفته بودن از علم و بعد از پول، هفتش تا از تخصا و از تنبلا، عاشقای سکه و پول و طلا، نوشته بودن که با ثروت و مال هم علم را میخری هم عشق و حال. حسن که شاگرد اول کلاس بود، مؤدب و تمیز و با کلاس بود، بلند شد و با کمی شک و تردید عقیده معلمش رو پرسید. معلم از سؤال آشفته شد، گفت پاسخ صحیح که گفته شد، اما برای اینکه مطمئن شیم عاقبت اون بهتره یا که این، چطور 30 سال دیگه همینجا گوش کنیم به حرفهای شما؟ 30 سال دیگه برگردیم ببینیم اون وقت چی میگیم. اونجا مشخص میشه که چه کرده، نهان نمیشه راز پشت پرده، نتیجه درس و تلاشتون هم همونجا معلوم میشه. ایشو کرد معلم و چند تا از اون بچه ها به وعده 30 ساله کردن وفا. همه دوباره دور هم جمع شدن تا که به همدیگه گزارش بدن چه بودن و چه کردن و چی شدن، دکتر، مهندس یا قاچاقچی شدن. معلم و بچه ها بعد 30 سال هم رو دیدن، رو انداختن بیلوغار. بعد سلام و تعارف و خوش و بش، نوبت رسید به بحث پول و دانش. معلم از تک تک بچه ها خواست قصه زندگی رو بیکم و کاست. رضا بلند شد از جا و شروع کرد، شروع به حرف و بحث و گفتگو کرد که من مهندسم، مهندس راه، کمی حقوق داشتم گاه و بیگاه، زدم به کار حمل و نقل و شرکت که داره نون و پول و موقعیت. چه خوب شد نجات پیدا کردم، خودم رو بین کاسبار جا کردم. بقیه هم یکی یکی اومدن که قصه گذشتشون رو بگن. غلام رضا و تقی و کیومرس نبودن از قدیم پی مشق و درس، یه رستوران و وزرا خریدن، با وزرا و وکلا خریدن. نقی سهامدار توپی شده، تو کار ارز و پول و وام و سفته، نمیرسه کسی دیگه به گردش، لیسانس اقتصاد نخورد به دردش. غلام علی یه زرگری به پا کرد، پزشکی و مطب اون رها کرد. پزشک حاضر و سرآمدی بود، ولی نکرد از طباعتش سود. علی که مبصر و نماینده بود، مگه خدا رو اون دیگه بنده بود. 5 هتل تو کیش و اصفهان داشت، 3 کارخونه تو نیمه جهان داشت. خلاصه ظاهراً گذشته 30 سال عقیده ها رو داده بود مشتمال. معلم انتظار این رو نداشت که بعد 30 سال نهالی که کاش به این سرانجام گرفتار شد. امید این داشت که پرباب شد. حسن برای اون معلم پیر که از جفای زندگی شده سیر، امید اولین و آخرین بود، چرا که در کلاس بهترین بود. اولا شاید به حال این یک کاری کرده باشه دیگه. حسن مؤدب و مرتب، ولی با اندکی جست شاگرد اولی بلند شد از نیمکتش و گفت که من پس از المپیاد سخت پکن یه رتبه تک رقمی آوردم، شریف رفتم و ریاضی خوندم. ریاضیات محض آمار و جبر، ریاضت و مرارت و زجر و صبر، ولی رساله و تز دکترا نکرده بود دردی از من دوا. یه مدرک یه قشنگ روی تاخچه، یکی دیگه لب کوزه تو باخچه. برای تدریس تو دانشکده حقوق من 3,900,000، ولی به همراه یه سرمایه دار، 3 همکلاسی و 2 استادیار کلاس کنکور زدیم و زبان. همه چیمون عوض شده از اون زمان. مهاجرت چون این روزها مده، خدا رو شکر وضعمون توپ شده. معلم اینکش رو جا به جا کرد، سری خاروند و این پا با اون پا کرد. 2 قطره اشک روی گونه لرزید، ولی رسید تا به چونه خشکید. شماره حسن رو یادداشت کرد، خطاب کردش: ای حسن، تو ای مرد، تو آسمونا دنبال تو بودم، ما
منم کارم دیر و با فکر سودم. چه روندی گرفته کارو بارت؟ یه لطفی کن منم بیار تو کارت. هر وقت بگی هرچی بخوای دست میدم. تو استادی من شاگردی پس میدم. آخر وقت و جمعه ها هم میام. بری دیگه خونه هاتون و سلام. آلمان و دانشمندان طبیعتاً منم شعر میکنن اتفاقاً طنز هست و توی طنز خب معمولاً اغراق ولی خب خودم شخصاً معتقدم باز هم علم البته هر دوش خوبه طبیعتاً ولی باز هم اگه بخوام یکی رو انتخاب کنیم باز هم علم بالاتره ولی خب شرایط امروزه اینطوریه.